خوش آمدید به سایت مهدی بروکر. در این روزها به سوی صلیب عیسی مسیح حرکت می کنیم و مانند انسانی که در آن زمان زندگی کردند و نزدیک صلیب بودند و مانند انسان ها در طول تاریخ انسانی این سوال مطرح می دهیم. مرگ و صلیب عیسی مسیح چه معانی و مفید برای زندگی من دارد؟ آیا می توانیم به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم؟ و چه تأثیری صلیب بر زندگی و بر مرگ من دارد؟ سودمندی رابطه با قدرت دارد. آیا چیزی بی فایده باشد؟ قدرت ندارد. آیا چیزی کار کند؟ قدرت دارد. اما آیا قوانین الهی نباید در تناقض قدرت باشد؟ آیا ایمان به عیسی مسیح نباید انکار قدرت باشد؟ بیایید به عیسی نگاه کنیم. وقتی عیسی وارد شهر یروشلیم بود، همه مردم می‌خواستند او را پادشاه کنند. اما عیسی این کار را اجازه نداد. برعکس، داوطلبان اجازه داد که آنها او را دستگیری کنند و داوطلبان به صلیب رفت. بنابراین، از هر گونه قدرت دنیاوی چشم پوشی کرد. عیسی به پیلاتوس اعلام کرد: پادشاه من از این دنیا نیست و به دست قدرتمند تسلیم شده بود. با این وجود عیسی آگاه بود که خداوند فراتر و بالاتر از قدرت انسانی بود و پشت کار پادشاه عمل می کرد. خداوند قدرتمندتر و فراتر از کار انسانی است. اما خداوند خود را جلوی چشمانهای انسان ثابت نکرد. بنابراین عیسی از دست پیلاتوس نجات نکرد. سؤالی مهم این است. موضوع مهم نه تنها در مورد قدرت است. موضوع مهم این است که چه چیزی و چه کسی حقیقت و درست است. در خلاصه می توان گفت چه خواهد افتاد و چه کلامی در پایان زندگی و در مرگ من گفته می شود؟ و هنگامی که من باید بمیرم، چه چیزی خواهد ماند؟ در مرگ نتوانی عیسی، خداوند نزدیک به ضعف انسانی است. و خداوند قدرت خود در عمیق ترین ضعف انسانی ثابت کرد. در خلاصه می توان گفت در زمانی که قدرت من تمام شد، قدرت خدا عوض شده است. هنگامی که شما ضعیف هستید، خدا نزدیک به شما است. هنگامی که تو پیر هستید، خدا نزدیک به شما است. هنگامی که تو باید بمیرید، خدا دور نیست. این قدرت خداست که فراتر از فکر انسانی است. رابینا گناهانم پاک سازد مدام خواهد.
Schirm.